باره که گوش یکی از غذاهای معروف و پرطرفدار کشور ترکیه است که شباهت زیادی به سمبوسه ایرانی داره. مواد میانی بورک متنوع هستش که امروز قرار مراحل تهیه یه بورک گوشت و قارچ رو تو این ویدیو ببینید. سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من منیژه هستم. اینجا کانال اروم آف مای فود یا عطر غذای من هست. خیلی خوش اومدید. لطفاً من رو تا پایان ویدیو همراهی بکنین تا مراحل تهیه این بورک خوشمزه و نحوه پیچیدن اون رو با هم دیگه ببینید. خب برای شروع کار یه دونه پیاز و نگینی خرد می‌کنم و همراه روغن روی حرارت می‌ذارم تا شیشه‌ای و سبک بشه. 5 6 تا دونه قارچ رو خرد می‌کنم و داخل روغن می‌ریزم و کاملاً سرخ می‌کنم. زمان سرخ کردن حرارت رو زیاد می‌کنم تا قارچ‌ها آب نندازه و برای اینکه سیاه نشه یه مقدار هم روش آب لیمو می‌ریزم. قارچ کاملا سرخ شد، کنار میذارم. داخل تابه دیگه که پیاز کاملا شیشه‌ای و سبک شد بهش گوشت چرخ کرده که 200 گرم اضافه می‌کنم. تفت میدم، بعد هم در مایتابه رو میذارم و اجازه میدم یه مقدار با بخاری که ایجاد میشه بپزه. این کار رو 2-3 دفعه در عرض 5 تا 10 دقیقه انجام میدم. بعد هم بهش یه مقدار زردچوبه و فلفل سیاه اضافه میکنم و تفت میدم تا عطر ادویه‌ها آزاد شه. 2 قاشق غذاخوری رو به گوجه فرنگی اضافه میکنم، تفت میدم تا رنگ رو کاملا باز شه. یه دونه فلفل دلمه رو نگینی خرد میکنم، به مواد اضافه میکنم، تفت میدم و بعد هم قارچ‌های سرخ شده رو میریزم و خوب با مواد مخلوط میکنم. در آخرم نمک و آویشم میریزم و یه دسته جعفری خرد شده اضافه میکنم و خوب مواد رو هم میزنم و بعد از 3-4 دقیقه حرارت رو خاموش میکنم. دوستان عزیز، اگر عضو کانال نیستین لطفاً با زدن دکمه سابسکرایب عضو بشید، زنگوله اطلاع رسانی رو هم فعال کنید تا هر زمان ویدیو جدید داشتم از اون مطلع بشید. در پایان لایک ویدیو هم فراموش نشه که باعث بهتر دیده شدن ویدیو میشه. ممنون. یه مقدار شیر با کره رو روی حرارت میذارم تا گرم بشه و کره کاملا ذوب بشه. بعد از روی حرارت برمیدارم. خب خمیر یوفکا رو باز میکنم برای اینکه خوش نشه. روی اون یه دستمال مرطوب و نمدار میندازم. بعد یه ورق از خمیر یوفکا رو برمیدارم و کاملا آغشته به شیر و کره که روی حرارت بود میکنم. یه دونه خمیر به دنباله خمیر قبلی اضافه میکنم و مجدد اون رو هم آغشته به شیر و کره میکنم. هر ورق یوفکایی که استفاده میکنم باید حتما آغشته به شیر و کره بکنم تا حالت شکنندگیش از بین بره. برای اینکه خمیرم پاره نشه و یا روغن مواد میانی از خمیر بیرون نزنه از 2 لایه خمیر استفاده میکنم. یه مقدار پیچیدنش سخت‌تر میشه. اگر به این روش برای شما سخته شما از همون یه لایه استفاده کنید. فقط با دقت اون رو بپیچید که خمیرتون پاره نشه. خب 2 لایه ورق یوفکا کاملا به هم دیگه چسبیده، از مواد برمیدارم و به این صورت روی خمیر میریزم و بعد هم روی اون یه مقدار پنیر پیتزا میریزم. لبه های خمیر رو روی مواد میارم، بعد هم به آرومی اون رو رول میکنم. قبل‌تر ویدیوی بورک اسفناج و پنیر رو هم داخل کانال آپلود کردم، لینکش رو براتون میذارم. اون بورک هم فوق‌العاده عالی و خوشمزه هستش. اگر دوست داشتید برید اون رو هم ببینید و تهیه کنید و از خوردن اون هم لذت ببرید. به انتهای رول کردن که رسید، لبه ها رو آغشته به شیر و کره میکنم تا خمیر کاملا فیکس بشه و بچسبه. خب توی این مرحله باید خیلی مراقب باشید که خمیرتون ترک نخوره و پاره نشه. منتها اگر هم 1% پاره شد اصلا نگران نباشید، بعد از پخت اون پارگی زیاد نشون نمیده و فوق‌العاده انتهای کار یه بورک خوشگل و خوشمزه تحویل خواهید گرفت. همونطور که دیدید به شکل حلزونی اون رو میپیچم. مابقی مواد و خمیر رو به همون شکل میپیچم و داخل ظرف دور تا دور حلزونی وسط قرار میدم. کار پیچیدن و چیدن بورک ها داخل ظرف که تموم شد، روی بورک ها رو با یه ذره تخم مرغ که با زعفران دم کرده مقلوط کردم کاملا رومال میکنم و روی اون رو یه مقدار کنجد میپاشم. بعد هم با دمای 180 درجه به مدت 40 دقیقه داخل فر از قبل گرم شده قرار میدم و 5 دقیقه آخر هم گریل رو روشن میکنم. برای تزیینم یه مقدار ریون جعفری خرد شده و یه چند تا دونه گوجه گیلاسی بریک زده شده میذارم. خب همونطور که میبینید نتیجه کار فوق‌العاده خوشگل شد. مزهش هم که دیگه هیچی جای خود داره. پیشنهاد میکنم حتما به این روش تهیه بکنید و از خوردن اون لذت ببرید. ممنون که مثل همیشه همراه هم بودید.